آغاز برداشت محصول درخت بلوط از سطح جنگل‌های حوضی زاگرس. ما دو نوع بلوط داریم، یک سوم کال به قول خودمون بختیاری، یک سوم حالت سبز ماننده. از میوه بلوط ما دو نوع استفاده میکنیم، یکی برای دام و یکی هم برای خوردن انسان. عشایر بختیاری از میوه این درخت ارزشمند هم به صورت خام و هم به صورت مخلوط شده به آرد گندم که به آن نان کلگی میگویند مورد استفاده قرار میدن که بسیار مقوی و مفید فایده است. یه زمانی که واقعا نون نبیچی نبی بزرگای ما یک کاری کردن و نون کلگی استفاده کردن، خیلی هم بسیار مقویه. در فصل سرمای مناطق کوهستانی و شب نشینی های عشایری کباب بلوط هم طرفداران زیادی را دارد. زنان عشایر هم از پوست خشک شده درخت بلوط برای به بار آوردن مشکاب استفاده می کنند. از لحاظ اقتصادی نقش مهمی برای عشایر دارد. درخت بلوط علاوه بر زیبایی بخشیدن به حوضی زاگرس، باعث جلوگیری از فرسایش خاک و متعادل بودن آب هوای زاگرس هم می شود. ارزش این مناطق کوهستانی به همین درختان می باشد. جنگل بلوط زاگرس حدود 5 میلیون هکتاره که 900 هزار هکتار آن سهم استان خوزستانه. نهال بلوط از زمانی که کاشته میشه تا وقتی که به یک درخت بالغ تبدیل میشه حدود 30 سال طول میکشه و دیرزیستی و عمر بلوط هم حدود 300 سال است.